آقا جانم جانم عذیتش نکن آقا، عذیتش نکن. بیاین من دوباره شما رو ببوسم. چرا گریه میکنه؟ پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدی. بیاین دهنمون بود من این تپا ندستم. ما البته هر چند یک بار با خانواده های عزیز شهدا از اینجور نشست ها داریم، لکن این جلسه امروز خصوصیتش این است که شهدای جمع حاضر شهدای تازه و جدیدن، اونهای تازه است. افتخارات شهدای شما زیاده، اینی که اینها رفتند و کشور ما رو و جمهوری اسلامی رو در دنیا با حضور خودشون در این مناطق به عزت رسوندند، این یه مقوله است، مسئله مهمی است. در مقابله با این عناصر خبیث که اگر دستشون برسه به مکانهای متبرک اونها رو با خاک یکسان میکنن، انقدر اینها وقیع و خبیثن. اینا همون کسانی هستن که 200 سال قبل تقریبا آمدن کربلا، کربلا رو غارت کردن، مردم رو قتل عام کردن، رفتن حرم امام حسین، داخل حرم مطهر حسین ابن علی علیه السلام که اون قبه خانه عرش الهی است، اونجا مرکز محبت ملائکه الهی است، اونجا ذریح حضرت رو شکستن، صندوق طوبی رو شکستن، آتش زدن، اونا گذشتگان همینا. این خونهایی که در این راه ریخته شده است، چه اون جوان اهل لبنان باشه، چه اهل سوریه باشه، چه اهل ایران باشه، اهل عراق باشه، این خونها در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام ریخته شد، لذا خیلی ارزش داره. اگر این جوانای شما نبودن، اینا نمی‌رفتن دفاع نمی‌کردن، قضیه همون قضیه بود، مسئله همون مسئله بود. اینها در واقع مدافعان حرم حضرت زینبن، مدافعان سامران، مدافعان کاظمین، مدافعان حرم امیرالمومنین و حرم امام حسین. خب گفتید که آقای آسد فضل الله حسینی دینانی جانباز شیمیایی هم هست شما؟ چطور؟ خودش اسد باقر حسینی با هم نمیدید و کبای پنده شدم توی بیماشی یا چند شمیه شدیم و از دو سه مادر بیماشی طرفه یه تهران دست داره بیدارم موقعی که در بیماشی طرفه تهران دست 103 سال دیمش بود بودم تهران، بعدش کنی نشتم باید بیماشی ناشه نمیذاشتن؟ نه نمیذاشتن، بود اینشی میانیم شده موقعی که اومدی بالا سر من از پوشیشه و گفته که پدر من نیست، ما این به صلاح یه زغال بود اون وسط توی پدر من نیست نشناخته بود. حالا به خدا من شهادت قسمتی من نشدم، قسمتی فرزند نکنید. حالا شما که شهید زنده اید در واقع، یعنی مثل زغال سوخته اونجا افتاده بودی که بچت هم نشناخته، الحمدلله حالا بهتر شد. بیاین من دوباره شما رو ببوسم. دست به اینجوری کن.
دستون اینجا. شما چون هم خود شما شهید زنده ای هم پسر شهید، انشالله موفق و معید باشید. زنده باشید. دیدم به این انگشتر من هی نگاه میکنی شما. آره خیلی ممنون. ما دل شما رو هم میخونیم ما حالا. بریزی شما رو هم نکنیم. بیا آقا جون. محمد جون کلاس اول آقا جون. ماشاءالله ماشاءالله. احوال چطوره سردار؟ ماشاءالله. بذار ببینم آزاد. چی میخواد این بچه؟ خب بهش بدین، اینجا پفک مفک پیدا نمیشه. یه چیزی بیسکویتی چیزی، حالا پفک خیلی چیز تعریفی نیست، اگه بیسکویت چیزی به بچه ها بدید دقلن، حالا به بزرگا که نمیرسین دقلن، به این بچه های دیگه هم بیاد بدید. بیارید اذیتش نکن آقا، اذیتش نکن، بذارید باشه همینجا. ماشالله پسر گل، افسر آینده ما بودید. ماشالله بدید انگشتر میخواه برای ایشون بود. من هم میخوام بذار بایدی انگشتر ایشون رو بهتون بشون. انگشتر دست مامانته دادم، انگشتر دست مامان. از این کوچیکا، از این کوچیکا آقا، از این کوچیکا هم یه دونه بهشون بدید. دبه در بردن اگه میشه دعا بیا عزیزم. یه انگشتر به تو همینه میخوای؟ حتما اینه به پدرت میخواستم بدم. خیلی خوب شما هوا این هوا رو اون هوا چجوری برم بس حالی یه هوا به تو میدم اگه ندارم یه هوا یا تو باشه یه هوا من به ایشون بدم. بالاخره کار به قبا و اینا. من یادم اون سالی که بچه های ما میخواستن برن سوریه که حاج احمد و بقیه راه افتادن رفتن سوریه که برن به لبنان و با اسرائیل بجنگن. سال 61 بود 62. خوشحال بودن خیلی زیاد. خوشحالیشون به خاطر این بود که میگفتن میریم با اون دشمن اصلی روبرو میشیم و اگر کشته بشیم به دست اون دشمن اصلی کشته میشیم، به شهادت میرسیم. اون دشمنی که در فلان استان عراق یا فلان استان سوریه جلوش گرفته شد، اگه جلوش گرفته نمیشد ما باید اینجا تو کرمانشاه و توی همدان و توی بقیه استانها با اینا میجنگیدیم، جلو اینا رو میگرفت. لا یغزا قوم فی اقر دارهم الا ذلو. نباید منتظرمون که دشمن بیاد تو خونه آدم بعد آدم به فکر دفاع از او بیاد، از خونه بیاد. دشمن رو باید در مرزهای خودش سرکوب. اینی که اینا انقدر ناراضیان میگن جمهوری اسلامی چرا دخالت میکنه، به خاطر اینه. ما امروز اونجا بالا سر اینها نیرو داریم.
این خیلی افتخار بزرگی است برای اسلام و برای جمهوری اسلام. بچه هایی که رفتن، جوان هایی که رفتن در سوریه یا در عراق، عمدتاً در سوریه به شهادت رسیدن، اونا این بصیرت رو داشتن، میفهمیدن دارن چی کار میکنن. یه عده اینجا تو خونه نشستن نمیفهمن دارن که چیه قضیه. این بچه ها قضیه رو فهمیدن، رفتن دفاع کردن. امروز یک خصوصیت دیگری هم در این جمع خانواده های شهدای ما هست، با اون که بعضی از خانواده ها از برادران اهل سنت. خانواده شهید عمر ملازهی از نیکشهر، آقای اسماعیل ملازهی پدر گرامی شهید، چطور حالتون؟ حالتون خوبه؟ شما خود نیکشهر هستی؟ خدا انشالله حفظتون کنه. این جوان شما در چه سنی بود؟ 31 سال. خدا انشالله درجات چه عالی کنه، خدا انشالله به شما اجر بده، به شما صبر بده. اینی که در داخل کشور ما سنی و شیعه در کنار هم برای هدفهای بلند مجاهدت میکنن، میدونید این چیز بزرگیست، این چیز مهمیست. به دشمنان میفهمون، همه با همن، و دشمنانی را که میخوان جدایی بیندازن، یا همین داعش و اینا، برای همینن اصلا که جدایی بیندازن، وهابیا و داعش و نمیدونم دیگران، برای همینن که اختلاف ایجاد کنن، اینها رو ناکام میگذاره. خداوند انشالله که به شما اجر بده، به شهیدتون انشالله اجر بده، خدا با پیغمبر مشهورش. آقای محمد امیر ملازهی فرزند شهید. بیا آقا جون. احوال شما چطوره؟ کلاس چندی؟ ششم. احوال شما؟ شما خوبه؟ کلاس چندی آقا جون؟ دوم دبیرستان؟ ماشاءالله. چه پیرهن قشنگی، این پیرهن بلوچیه. من هم از این پیرهن ها میپوشیدم، حالا اون کاری میپوشم. ببخشید آقا، من از مردم رو سوال گرفتم چفیه شما رو براشون یادگار بود. حرفی نداریم، همین چفیه رو میکنم. آقا این چفیه رو در بده با هادی آقا. زنده باشی. محمد از روزی که شنیده پدرش شهید شده، الان میره کلاس تیراندازی. گفته منم باید حتما برم مدافع حرم حضرت زینب بشم. تا وقتی که ایشون بزرگ بشن انشاءالله کلک اونا کنده. اگر در یک ملتی، در یک قومی، جمعیتی قدرت و قوت چشم پوشی از زندگی باشه، این قوم شکست بخور نیست. شهدای مدافع حرم فضای کشور رو تغییر دادن، تو این چند سال مفاهیم انقلاب رو زنده کردن. خیلی از این مفاهیم انقلابی میخواستن یه عدهمون رو کهنه کنن، کمرنگ کنن. دلهای مشتاق جوانهای شما که برن شدن رفتن در هزاران کیلومتر اون طرفتر از شهر خودشون و خانه خودشون مبارزه کردن، جنگیدن، همسر عزیزشون، پدر مادر مهربانشون، فرزندان و نورچشمانشون رو گذاشتن و رفتن. این فداکاری اونها برکت پیدا کرد، خدای متعال برکت داد به این فداکاری بچه های شما. خانم طیبه راسخ محمدی پور همسر گرامی شهید، سلام علیکم. حالتون چطوره خانم؟ از بزرگترین افتخارات واسه سربازی برای شما و سربازی ما کسی نیستیم، سربازی برای خدا کردن اینها، سربازی برای اسلام کردن، سربازی اینها سربازی برای کل جامعه مسلمین بوده.
جهاد اینها جهادی بود که همه مسلمان‌های عالم از او منتفع میشن اگه بفهمن این جور شأن اینها بالاست. خدا ان شاءالله شما رو محفوظ بداره. خانواده شهید محمد حسین محمد خانی، خانم بی بی مرضیه سالاری، مادر گرامی شهید. من فقط دو بیت از شعراش که گلپر بقولی بخونید. بله. سر که زد چوبه محمل دل ما خورد ترک، میخ بر قلب و دل جمله عشاق نمک. آنقدر داغ عظیم است که بر دل شده حک، سر زینب به سلامت سر نوکر به درک. آفرین آفرین. سر نوکر به فلک، چرا به درک؟ سر نوکرشون به فلک باید برسه. خانم سکینه صادقی آستانی، مادر گرامی شهید. سلام علیکم، زنده باشید. شما سلامتی که ما بچه هامونو دادیم، هیچ وقتم ناراحت نیستیم، بازم پسر داریم و میدیم در راه اسلام، در راه اهل بیت و برای حفظ ارزش ها تو کشورمون، چون بچه های ما با بصیرت رفتن. الحمدلله. یعنی شاید حرفا هستش، شهدای مدافع حرم خیلی مظلوم واقع شدن، یعنی میان تو چشم ما نگاه میکنن، این حرفای میزنن. اونا رو اعتنام. آره، ما که بالاتر از حضرت زهرا نیستیم، ما که بالاتر از حضرت زینب نیستیم. اصلا اعتنا نکنید. تمام صحبت ها میگم و گفتم که بچه های ما با عشق رفتن، با علم رفتن، با بصیرت رفتن، در صورتی که حسین آقا وقتی سال 94 برای اولین بار رفت سوریه و برگشت، روز اول برگشتش گفتم حسین جون بچه دوقلو داری، بچه هاش تازه شیرین زبون شده بودن، گفتم بچه ها بهانه بابا میگیرن، ما به عنوان پدر مادر حسین آقا شرمنده خانومت میشیم. بعد دیدم اشک تو چشاش جمع شد، میگه مامان نمیدونین تو سوریه چه خبر، ما زنده باشیم دوباره اسیری حضرت زینب، ما زنده باشیم دوباره سیلی خوردن های حضرت رقیه. من بچه هامو از بچگی همون بچه نداشتم نذر کرده بودم خدا به من پسر بده، همه رو سرباز امام زمان نذر کرده بودم. هدیه میدید من، دستتون درد نکنه. انگشتر پدرم هستش. به 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 چون ما تو حسبت انگشتر اصلیش بودیم که همیشه دستش بود، اینو خودش داده بود به من، من گفتم بیام خدمت شما تقدیمش کنم. به به همه از ما انگشتر میگیرن، شما ما انگشتر میدید. خدا انشالله خیرتون بده. بیا یه انگشتر خوب بدیم، بدم به ها. منم میخوام به شما هم میدم حتما. جون انگشتر میخوام. کی بهت گفت اینو بگی بابا جون؟ کی بهت گفت؟ خیلی خوب خودش میگه میخوام یه انگشتر به این کوچولو، انگشتر کوچولو از این بچه بونه بده، یکم به ایشون بده. سلام مادر شما آقا جون، اجازه شعر بخونم براتون؟ بله. بخونه بخونه، هر کدوم میخواید بخونه. بخون فاطمه خانم، بخون. نه وقت مال شماست، بخونید. بیت بیشتر نیست. بخون. آل سورم داره. هر چی هر کار دلش بخواد. راحت محمد. هر جور دلت میخواد. اینم بیا جلو این بخون. بیا جلو این بلنگو بخون. دوست دارم نمیه ولی بگذاریم. حالا که پیش شما این بهترین. خیلی دلم تنگ شده بود براتون. برای خنده و نوازشاتون خیلی خوشحال شدم که پیشتونم. کاش که میشد تا همیشه بمونم. خانواده شهید حسین بادپا، آقای محمد عظیمزاده پدر شهیدم. بفرمایید آقای بادپا. سلام علیکم. خدا نکنه، خدا نکنه. کاملا
درک میکنم اون سوز درونی یک پدر را، یک مادر را، یک همسر را. خدا کنه که انشالله همه دلتنگی های شما رو برطرف کنه در دنیا و آخرت. اشکال هم یادگاری ازتون داشته باشه. چی مثلا؟ همینه همینه بدم؟ همینه کاش بفرمون همون پدری کنی بخواه. زنده باشه انشالله موفق باشه. خانم ها مریم خادمی و فاطمه خادمی کجان؟ مریم خانم شمایی؟ احوال شما چطوره؟ کلاس چندی خانم؟ هشتم؟ ماشاءالله. من وقتی که آموزم بودن سوریه بودن خیلی برام سخت بود. روزایی که میگذشت برام خیلی سخت بود. یعنی حالا حال و روز ما رو همسرهای شهدا، خانواده شهدا خیلی خوب درک می‌کنن که شب و روز ما گریه بود. تنها انسی که داشتم قرآن بود، چون شهید خیلی سفارش می‌کردن که با قرآن زیاد انس داشته باشی. یه بار قرآن باز کردم و از قرآن کمک خواستم که تو این موقعیت به من کمک کنم. آیه اومد که فکلی وشربی و قربی عینا. به به به، چشم روشنی یعنی همین دیگه. آفرین. من همیشه تو قنوت نمازام میگفتم که ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرة اعین. یعنی به معنای واقعی کلمه این روشنی چشم رو درک کردم. یه بار دیگه از قرآن کمک خواستم، اومد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. بعد شهادت آن موسی دیدم که آیه هایی که دور حرم حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده بود، این آیه ها به من کمک رسوند اون زمان. الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر که این معرفت، این دل با بصیرت رو خدا به شما داده. حضرت آقای، حالا عنایت دیگه از قرآن که دوست دارم گفته بشه که یک بار سر مزار آمسا بودم، بعد یکی از همکارای ایشون اومدن و اینطور گفتن که به نظر من شهدای مدافع حرم پیامبران زمان خودشونن. من خیلی برام این قضیه سنگین اومد. عنایت شهید رو دیده بودم و به شهدا یقین داشتم، ولی باز این لفظ که پیامبران زمان خودشون هستن خیلی برام سنگین بود. اونجا دوباره از قرآن کمک خواستم که حالا قرآن جواب قرآن به این سخن چیه؟ اومد که وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و ناديناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. برام خیلی جالب بود که اسم شهید موسی است و آیه که در مورد حضرت موسی علیه السلام بود در همون آیه اومد در جواب من. خیلی خوب اینا رو یادداشت کنید، اینا خیلی با ارزشه. این سه تا آیه قرآنی که شما تفاول زدید اگر میشه روی تیک کاغذی بنویسید، من با مناسبتش وذکر فی الکتاب موسی. این بود آیه. چرا گریه میکنه؟ خیلی خوب، دست شما داد. ببینم این نقاشی خودته؟ باری کم دستتون رسید جان؟ یادها داده بودن دستتون رسید؟ نامه نوشتم. حالا باید دنبال کنیم ببینید نامه رو به کی دادن. خدمت شما خانم. یکی از شماها به نظرم یه نامه‌ای هم برای من نوشته بودید. شما نوشته بودید؟ یه جوابی هم من نوشتم براتون. این نقطه جالبی که ما با اینکه خودمون بچه جبهه و جنگ بودیم و 30 سال تو مثلا خدمت در جنبش نظامی جانباز هستیم و شهدا رو قشنگ ما در موارد مختلفی در دوران گذشته دیدیم، اما یه استثناء خاصی واسه این شهید داشت که ما اولا موقع خواستگاری اومدنش شهدا رو واسطه کرد. عجب.
دو از اینکه واسه سوریه رفتنش دعوت خود حضرت زینب دعوتش کرده بود. چطور؟ به عنوان محافظ دربش تعیین کرده بود از همسرش بپرسید. یعنی دقیقاً بهش گفته بود شما تحت چه عنوانی با این مسئولیت بیاید کجا باشه واسه. این یه نکته خواب دیده بودن. شما یه نکته خیلی جالب ورزسته هستید. شهید مصطفی صدرزاده از شهریار ظاهرن روز تاسوعا هم شریک شدن. چی بودن؟ شما نظرش کرده بودی؟ خیلی. این خود تاسوعا 3 سالشون بود. من رو توزه نشسته بودم و آقای مصطفی میره دم دم موتور بهش میزنه. میان به میگن که مصطفی کشته شد. بعد من همینجور که نشسته بودم تلوی کتیبا حضرت عباس بود گفتمش این که نظر خودتونه اینه نگرش دارید من بکنمش سربازه دقیقا 10 دقیقه رو قبل از اذان ظهر بود ظهر تاسوعا دقیقا تاریخ شهادتشون هم همون شد 10 دقیقه رو قبل از اذان ظهر واقعا اینها چیزاییست که باید در تاریخ ثبت بشه اینا خیلی با عظمت افسوس که اون کسانی که اهل نوشتن تاریخ و در ضبط کردن و ثبت کردن این چیزا هستن خیلیشون اهمیت این چیزا رو نمیفهمن ما در روایاتمون مواردی را داریم که ائمه علیهم السلام به یک عده‌ای از شهدا اشاره کردن گفتن اینها اجر 2 شهید رو دارن هر یک شهیدشون اجر 2 شهید رو داره در مواردی اینجوری آمده در مواردی آمده است که در مورد یک گروهی از مجاهدان زمان ائمه علیهم السلام روایت آمده است که اینها در روز قیامت از روی شانه های بقیه مردم عبور میکنن میرن بهشت خدا اینها رو پرواز میده من در مورد این شهدای شما یک چنین تصوری دارم بذاریم بیاد بچه ها بذاریم هر کدوم بخوام بیان بذاریم بیاد سلام علیکم سلام علیکم ماشالله بیاییم پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین من محمد جواد موزیدار خانم ایشون خانم یا آقاست خانم چشم یه چفیه به این دختر خانم بده سلام یه چفیه به منم احوال شما اسمتون چیه زهرا ماشاءالله زهرا خانم گل بفرمایید زنده باشید ماشاءالله قهرمان بود بله میدونم بله بابای شما قهرمان کی داییتون؟ یکی دا میزیست خیلی خوب دوتا انگشتر بدیدی که دانو ویزی برون دایی لارا بدید من چون دعا خونده دعا خونده بیرون آجان بهشون بدید به این دعا و قدوم دا و قدوم دا ماشاءالله خدا انشاءالله حفظه بچه رو موازم سر بچه رو سر بچه رو بید جانم جانم چیکار کنم به کی بدم این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نه منه هنانه خیلی خوب موفق و لازم بدید آقا هنانه خانم دیچی من شعر رو بیرم آبید شعر رو خسون؟ او خسون ای بیوختی؟ درنگه 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 درنگ
گبرو گبر یا خونه گبر یا خدا من چه پول نوشتم مشکم چه نوشتم ماشاءالله 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 خانم کوثر بیا ببینم بیا احوال شما احوال شما نمیخواد بره خودم دیگه میشینی بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی مرکلا شهده آنه محمد آسان خانم وحیده علوی همسر شهید کجان؟ خانم علوی تشو بیارید همسر جوان همسر عزیز خودش رو میبینه که دل کنده از زندگی و از فرزند و از خانه و از راحتی و از خوشی میره به سمت وظیفه به سمت دعوت الهی و مانع او نمیشه اگر همسرها میخواستن مانع شوهرانشون بشن میتونستن این زنهای جوان همسران جوان فداکاری کردند که جلو شوهرانشون نگرفتن مانع رفتن اونها نشدن اینا هم اجرشون پیش خدای متعال بسیار زیاده خانم نه الحمدلله جا نموندید شما همین که دارید تحمل میکنید صبر میکنید افتخار میکنید این همین حضور در جاده است همین خوبه انشاءالله ما جمع مونده هستیم از دفاع حمید آقا ما رو دور زد انشاءالله که شما شهید زنده هستید ولی آقا افتخار اینو داریم که سه نسل انشاءالله بسیجی و سرباز ولایت باشیم انشاءالله خدا انشاءالله حفظت رو کرده احساس جامدگی برام خیلی قالب شده که جان نه جانموندید شما شما همین الان جانموندید شما الان همون جلو جلو هستید با همین روحیه همسرها و پدرها و مادرها اون جلو جلو دارن را میرن ما این عقباییم شهید ازدواج نکرده بودن ها؟ رفت چند سالشون بود؟ 24 سالشون 24 ازدواج کرده بودن؟ 4 روز داماد بود رفت عجب 4 روز بهمن اینها ماجراهای صدر اسلام رو این بچه های شما برای ما عینی کردن هنزله غسیل الملائکه و امثال اینا رو ما تو تاریخ میخوندیم میشنفتیم به افراد میگفتیم اینا نشون دادن به ما خانم محبوبه بلباسی همسر گرامی شهید محمد شما هستی؟ سلام علیکم این زینبه بغلتون ها؟ بعد از شهادت پدرتونی آمده چند وقتشه؟ 20 روزشه الان؟ عجب خواستم اگه اشکال نداره ازان برداشه میگم بله ازان و اقامه حتما این شهید بلباسی من خوندم وصیت نامش و نامش رو به این خانم میگه که اگر شما نبودی من به این راه نمیرفتم شما بودی که کمک کردی من تونستم به این راه جوان عزیز با
فدا کردن جان خودش تأثیر گذاشت. این خیلی مهمه. یه اقیانوس رو به موج آوردن کار آسونی نیست. اینا اقیانوس رو به موج آوردن اون جوانای شما. آفرین. الحمدلله. این روحیه شما خیلی قیمت داره. همین روحیه هاست که موجب میشه که این حرکت انقلاب با این همه معارضی که در کشور و بیرون کشور وجود داره پیش بره. ان شاء الله که خاطر شهدا فراموش نشه. ان شاء الله. ان شاء الله. ما که سعیمون همینه. ما فکر میکنیم که حفظ یاد شهدا حفظ انقلابه. حفظ کشوره. نه فقط به افرادی مثل شهید شما میبالیم، بلکه به امثال شماها هم میبالیم. یعنی این خانواده ها، این پدرها، این مادرها با این صبر، با این احساس روحیه بالا، اینا مایه افتخار ما هستن. مثل دوره جنگ که تشویق میکردیم و امام دستور میدادند و نمیدونم مارش عملیات میزدند، این خبرها نبود. اما در این حال این جوان ها با شوق، با التماس، با علاقمندی بلند شدن رفتن. این اخلاص دیگه، این اخلاص رو خدای متعال برکت میده. امروز اون کسانی که میرن برای دفاع از حریم التماس میکنن به ما، ما میگیم نرید، ما اجازه نمیدیم. اونا التماس میکنن. بفرمایید آقا جون. من قبل از رفتنشون قول دادم من با خوشوهر سوریه با مدافع عرب کنم پیش تو کارشون باشم. منتها مرد و حرفش دیگه حالا خودش به زمین مونده. اگه اجازه شد، اگه دستورشو بدیم. من که قول ندادم پدر رو بدم. آقا هر جا من رفتم به هر نریزالم اجازه ندادم. گفتم چون فرزند شهیدی قبول نکردم. حرف حساب زدن. حرف شما کسی یادیم تو حرف شما. حرف حساب زدن. منم همون حرف اونا رو میزنم. من جا عرضی دارم. علی با تایی مونسه دفتر. علی محمد دارم تایی مونسه دفتر. حمید با تایی عزت زیدن برفتر. هر جا یکی سپایی چهار دانه این پرشا هر جا میبوسید آخماز دادیم این پنج نفر میاد. خدا فرزندان دیگرتون رو برای شما نگه داره و حفظ کنه. خدا انشالله با این روحیه شما رو در قیامت محشور کنه. خانواده شهید رضای ملایی، ایشون چند سالشون بود؟ 58 سالشون. خدا انشالله درجاتش عالی کنه. ایشون شهیدم محاسنش کوتاه میکرد که بفرستنش، چون محاسنش سفید بود میترسید که نفرستنش، محاسنش کوتاه میکرد. رزمنده دفاع مقدس چند بار رفته بودن؟ بله، در دوره دفاع مقدس هم ایشون رزمنده بوده. میدید اینا این شهادت که من میگم زنده است اینه برنش. یه باشه درد میکنه ماشاءالله جوون و ورزشکار و پرزور. ملاحظه پیره مردی ما رو نمی کنم. بگو یک جمله بگم که میگم جوون ورزشکار مخاطر از سوریه. نه من دستاش نشون میدم که این بازوها رو دادم من دادم، من باید دفاع کنم. نه همون یکی رو که دادی این حالا من دفاع کنم. من باید بگم واجبه یا واجب نیست؟ من میگم واجب نیست. نامه هایی که به من مینویسن، نامه های این جوان ها از سرتاسر کشور التماس میکنن. این خیلی اهمیت داره. این خیلی واقعا یک حادثه عجیب و بی نظیریست. جوان های امروز، جوان های انقلابی امروز از جوانای انقلابی اول انقلاب بهترن. معرفتشون بیشتره، عمقشون بیشتره، بصیرتشون بیشتره. خانم منیره فخیمی، همسر گرامی شهید مجید، انشالله حالتون خوبه. خدا انشالله حفظتون کنه. زنده باشید. فقط فکر مظلومیت و متاسفانه بعضی وقتا خواست که متوجه وظیفه‌شون نیستن این ما رو زجر میده. حالا خواص رو خدا انشالله هدایت کنه. خواص رو ما رو اذیت کنه.
اما برای مظلومیت من اصلا قصه نخورید، بنده اصلا مظلوم نیستم. البته که امضا میکنید. بله بدید من امضا کنم. ما افتخار میکنیم که اسممون پلو عکس این بچه های شما باشه، اینه بدونید. شهید اسماعیل خانزاده روز شهادت خودش رو خودش میدانست. در منزل خودش یک تقویم دیواری داشت، درود 29 آذر که روز شهادتش بود دودش را خط کشید. از قبل خط کشید دورش. مطلبی که میخوام به عرض حضرت آقا برسونم، در لای کتابش 80 روز بعد از شهادتش یک نوشته ای گرفتم که در اینجا تا چاپ و اگر رخصت بفرمایید تقدیم. بله لطف کنید. گفت خدایا اگر خلق تو نمیدانن، تو میدانی که من در سال 1381 هجری شمسی در شب 11 ماه مبارک رمضان توفیق ملاقات با حضرت حجت الاسد امام زمان را داشتم. توفیق ملاقات با حضرت حجت الاسد در فصل نامش فقط به شهادت تکیه کردم. خدایا خسته هم شکسته هم دیگر آرزویی ندارم جز شهادت. از عالم و عالمیان میگویزم به سوی تو میآیم. تو مرا در رحمت خود سکنا ده. در بخش دیگری از وصیتنامه متذکر شدم تا زمانی که زیر چتر این علمدان انقلاب رهبر معظم انقلاب هستیم، پرچم ما در جهان برافراشته است و اگر خدای ناکرده ذره ای با ولایت فاصله بگیری نمیگویم شکست، نابودی ما حد نیست. المؤمن و کلجب الراسخ. آفرین. اما ثمن معامله عزت هست، اقتدار هست. این اسلام عزیز که از پیچ و خمهای صعب العبور تاریخ به ما رسیده، ما مردونوار حفظ میکنیم و ارتقا میدیم انشاءالله. و انشاءالله با دست معظم الله کنار خانه کعبه پرچم رو به پرچمدار اصلیش حضرت بقیت الله العظم سلام الله علیه و میخواییم یه مهره محکمتر مقابل این دشخیمان. اگر این غیرتیان رفتن مقابل غارتیان ایستادن، ما خانواده های معظم شهدا اگر اینا واجب کفایی بودن، خدا گواه عینیشم بشه هممون هستیم. آفرین. با خون امضا کردیم که میدیم شهدا رو، اما اسلام ناب محمدی رو از دست میدیم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، با مردم حرف میزنن. بلدین لم یلحقو بهم، با ماها دارن میگن. ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم این صدا رو. و همین شهدای جوانی که این روزها برای دفاع از حرم رفتن شهید شدن، اینها حرفشون، اقدامشون، حرکتشون، خاطرشون، سخنانی که راجع به اینها گفته میشه، همه اینها بیدار کننده است، همه اینها هوشیار کننده است. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.